تو یک فیلم خیلی کوتاه میخوام در مورد برهان خوب صحبت کنم. یک استدلال غیر مستقیم. ما تو استدلال‌های مستقیم وقتی میخواستیم بیان یک قضیه رو ثابت کنیم با استفاده از اون حقایقی که قبلا پذیرفتیم یا با استفاده از قضیه‌هایی که قبلا ثابت کردیم، از نتیجه اون قضیه‌ها میام یک قضیه جدید رو ثابت می‌کنیم به صورت کاملا مستقیم. مثل اینکه مجموع زوایای داخلی 180، مثل اینکه مجموع زوایای خارجی یک مثلث مثلا 360 درجه است. اینا که میگم تو مثلث، یا اینکه نه مثلا هر زاویه خارجی مثلث میشه جمع دو زاویه داخلی غیر مجاورش. اما بعضی موقع ها ما میام از یه اصل دیگه برای اثبات قضیه ها استفاده میکنیم. به این اصلی که الان میخوام توضیح بدم میگم برهان خرد. توی جبر و احتمال هم در مورد برهان خرد با هم دیگه صحبت کردیم. یک بار توی یک فیلم کوتاه فقط میخوام اساس برهان خرد و نحوه استفادهشو توی هندسه بهتون بگم، چون از فیلم های بعدی که میخوایم با هم دیگه شروع کنیم به اثبات که توی ناموسایی در مثلث از برهان خرد دو سه بار میخوایم استفاده کنیم. بریم با هم دیگه تعریفشو بخونیم بعد با هم دیگه نکته هاشو یاد میگیریم. میگه که برهان خوب استدلال غیر مستقیم که پایه و اساس اثبات غیر مستقیمه که در آن تمام نتیجه گیری های ممکن به جز نتیجه گیری مورد نظر حذف می شود. ببین چی داره میگه. میگه که توی برهان خوب تو میای چیکار میکنی؟ اگر اینجوری بخوام برای برهان خوب مثال بزنم شاید یه ذره راحت تر باشه. فرض کن یک سوال چهار گزینه ای داری، شما با قطعیت میای سه گزینه رو رد میکنین، پس به جواب درستتون میرسین. شما بدون اینکه سوال رو حل کنین و جواب درست رو به دست بیارین با حذف سه گزینه دیگه میان به گزینه درستتون میرسین. پایه و اساس اثبات غیر مستقیم یک استدلال غیر مستقیم به نام برهان خلفه که حالا توی برهان خلف ما میان چیکار میکنیم؟ میگیم که یک مثلا قضیه ما یه حکمی داره، ما فرض میکنیم اون حکم برقرار نباشه. ما میخوام ثابت کنیم برقرارها، میگیم فرض کن اصلا برقرار نباشه. بعد شروع میکنیم به ساده سازی مسئله، شروع میکنیم به حل مسئله، بعد میبینیم آخر سر یا به یک تناقضی میرسیم یا به خلاف فرض مسئله میرسیم. چه نتیجه‌ای میگیریم؟ میگم من فرض کردم که حکمم غلطه، آخر به چه غلط رسیدم؟ آخر سر به یه تناقض رسیدم، به خلاف فرض رسیدم. پس در واقع وقتی به چیز غلط میسه این پای و اساس این غلط بوده، مثل اون گزینه که این گزینه غلطه. یعنی من فرض کردم که حکمم غلطه، بعد اینو رد بش کردم. یعنی اینکه اگه مثلا میگه آب مساوی ب س، ما فرض که آب مساوی ب س نباشه، بعد آخر به تناقض رسیدیم. پس میگیم اگه آب مساوی ب س نباشه غلط میشه، پس آب مساوی ب س هست. این میشه اساس کار ما توی اثبات غیر مستقیم که حالا اینجا در مورد برهان خلفش داریم صحبت میکنیم. اما نکته بعدی که باید ببینیم، میگه این حقیقت که یک عبارت ریاضی نمیتواند هم درست باشد و هم نادرست اساس روش اثبات غیر مستقیمه. ببین تو عبارت ریاضی یه چیزی یا درست یا غلطه، آیا بزرگتر از ب یا کوچکتر مساوی ب، این مثلث یا با این همنهش هست یا با اون همنهش نیست، این مثلث با اون یکی مثلث یا مشابه هست یا مشابه نیست. دو حالته، نمیشه یه حکمی هم مشابه باشه هم مشابه نباشه. مثلا یه مثلثی نمیشه یه حکمی هم برقرار باشه هم برقرار نباشه. پس ما برای حکم دو حالت در نظر میگیریم. میگه آقا این حکم خودش گفته، این ما برعکسش رو فرض میکنیم به عنوان فرض خلف، میریم یه سری ساده سازی میکنیم، مسئله رو حل میکنیم، حالا هرچی که به ذهنمون رسید، آخر میریم به تناقض میرسیم، بعد میفهمیم فرض خلفمون باطله. پس اگه خیلی ساده بخوام جمع‌بندی کنم برهان خلف رو، توی سه بخش میتونیم این کارو بکنیم. بخش اول این که فرض میکنیم حکمم نادرسته که بهش میگم فرض خلف. پس توی فرض خلف، یعنی در واقع گام اول اثبات به روش برهان خلف اینه که ما فرض میکنیم حکممون نادرسته. بعد چیکار میکنیم؟ مسئله رو حل میکنیم، ساده سازی میکنیم، آخر سر به غلط بودن فرض اولیه مسئله یا یه عبارت نادرست میرسیم. آخر سر یا به یه عبارت نادرست میرسیم یا به خلاف فرض مسئله میرسیم. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که فرض خلفمون باطله. یعنی اینکه من فرض کرده بودم که حکمم نادرسته خودش غلطه. بچه‌ها حکم نادرسته، میگه خود این غلطه. پس اگه برعکس این یعنی چی؟ میگه حکم نادرسته، روی این ضرب در میزنه، یعنی حکم من چی بوده؟ درست بوده. پس برای اثبات حکم ما میم از این سگام استفاده میکنیم. توی فیلم های بعدی توی نامساوی در مثلث زیاد میخوام استفاده کنیم از برهان، زیاد که طبعا توی دو سه تا سوالا میخوام از برهان خلف استفاده کنیم. یه روشی که توی اثباتا باید بلد باشی، برای همین ما یه فیلم بهش اختصاص داریم.